به تمام اصلا به جوانان پیام مایی است که روی خود عزیز هستن، انشاءالله که مقامات هم انشاءالله که توقع اونا هست هم مکاتبه باز خواد کرد. تمونبین به وعده خود قایم و استوار است. بعضی ها رو ما گفتم در کل نگفتم. خب بعضی ها ولی خود تمونبین نماد تعهد و تخصص است. کسی که میخواد یک جنس روان بکنه کدام نکات از رو باید در نظر بگیره؟ مثلا من یک چیز روان میکنم، من نمیفهم، خبر ندارم، با چی کار بکنم؟ فعلا خب بعضی دستاوردهای که از دانشگاه خود داشتیم، مثلا شما خودتان میبینین. به نام خداوند بخشاینده و مهربان، سلام و درود فراوان خدمت تک تک شما عزیزان. خدا کنه همیتون جور و سر حال باشید و لباس عافیت بر تن داشته باشید. دوست عزیز، طبق برنامه های روزمره ما امروز باز هم در نمایشگاه هتل کانتیننتال هستیم که این نمایشگاه تحت نام تعلیم، مسلک و تحصیل افتتاح شده. دوست عزیز، ما هنوز هم داخل نرفتیم، در داخل هموطنای ما تشریف آوردن، بیشترشان هاره هم میاین، ببینیم از داخل هم دیدن میکنیم که این نمایشگاه برای چی است. دوست عزیز، برنامه ما را دنبال بکنید، با ما باشید. داخل دهلیز شدیم و اینجا هم این طرفش فکر میکنم بخش تحصیلی است و او طرفش بخش مسلکی است. دوست عزیز، ببینیم اول ما اینجا در بخش تحصیلی میریم، بعدا هم در بخش مسلکی میریم. با معذرت. بخش تحصیلی است و اینجا هم نمایشگاه تحصیلی برگزار شده. ما هم هنوز با کس صحبت نکردیم، ببینیم با هموطنان ما صحبت میکنیم، کسایی که در اینجا تشریف دارن. سلام علیکم، چی حال دارن؟ خوب هستین؟ بخیر هستین؟ صحتتون خوب است؟ خوب هستین؟ چی حال دارن؟ خوب هستین؟ بخیر باشه. میشه ببینید خود معرفی بکن؟ اسم عبدالمبین است، حکیمی تخلص میکنم، کارمند پنتون غالب. خیلی خوب، اگر به طور مشخص بگوین این نمایشگاه برای کدام انگیزه برگزار شده؟ این قسمی که از نامش پیداست، این نمایشگاه به نمایشگاه تعلیم، مسلک و تحصیل است که پنتونا را با هم گرد جمع کردن تا به خاطر از اینکه به نمایش قرار بدن که چی داشته هایی دارن و به خاطر آینده سرزمین چی میخوای بکنن. تشکر. برای چند روز است؟ این برای 3 روز است که یک روزش تیر شده، امروز روز دوم و انشاءالله روز شنبه هم برگزار میشود. خودتان چی احساس دارین؟ ما احساس خوشی میکنیم چون نمایشگاه به شکل بیشتر اگر برگزار شود علاقه و انگیزه تاثیر بالاتر میبره. بسیار تشکر. پیامتان برای هموطنان میشنه. سلامت باشین. پیام ما همی است که بکوشن، تلاش بکنن و زحمت بکشن تا بتانیم ما سرزمین خود را آباد بکنیم. تشکر. بسیار زیاد. موفق باشین. خوش باشین. میکوشن. از برادرمان پرسان میکنیم. احمد زکی هستم، کارمند پنتون غالب، پویا تخلص میکنم. این نمایشگاه در حقیقت میتونه یک چیز خوب به جامعه مفید واقع شود، به خاطر اینکه میتونن پنتونا مداشتهای خود را بر مردم برنامه‌ریزی بگذارن و جوانا یک انگیزه خوبی به خاطر آینده بهتر خود پیدا بکنن. با دیدن چنین دستاوردهایی که پنتونا در خدمتشان قرار میده، با دیدن چنین برنامه هایی که پنتونا به خاطر رشد آینده جوانات در پیش کار دارن، او را میتونن از این طریق میتونن که جوانان یک انگیزه خوبی به آینده خود داشته باشن. مجاهد، کارمند غالب پنتون، بخش دلتا کار کن. دلتا راغلی ایت سنگره، راضی هستی؟ او ولی نیست، بیر راضی هست. ازوانان امپارت پیام لری؟ چه تحصیل پا باراکی منزم؟ تحصیل باید او که تحصیل خودی دی وطن برای کشور آقاده. نام عبداللطیف. پس چه کارونه که مسئول هستی؟ خپله دی ترجمه دفتر لرو. ماشاءالله، خدا دی نور توفیقم در که. خب دل تراغل ایوی تنگ زده واخست را؟ ولی خوکسون، خوشحال هستون. شخصی پنتون ندل تخو اکثریت پک شخصی پنتون ندی. نو دوی تخوکسون من خو زیاد پنتون ندی. بل مرتر پولیدو دیر زیاد خوشحال هستون. بیخی بل دول احساس میوک. ده هواد افتخار؟ هواد افتخار پر
دلته دغه طرف کې تخنیکی مسلکي تکور غلی است دوی میولې دلنو خېپت کارات کړي خو خو شینه جوړ کړي دیو تاسو هم څوک تشویق کړل کنه ورلم کورودانه میورته وایو د خپل ځان له خو می مننه ترې او ست چې می خوښو ومل در باندې پويسم به ورته مننه وکړم احمد فیصل شریفی هستم متعلم صنف 11-12 مکتب استاد خیلی خلی هستم آمدیم تا از این نمایشگاه دیدن بکنم فیصل جان چی وقت آمدی امروز؟ امروز ساعت 9 بجه حضور پیدا کردم خیلی خوب چطور چی انگیزه برات پیدا شد؟ بسیار انگیزه مثبت وقتی که دیدم جوان ها میان در این جوانده خود را تعیین بکنن ما بسیار یک انگیزه مثبت گرفتم و دیدم که نام خدا حضورم زیاد است گفتنی ما به تمام بینده ها امی است که بیان از همچو نمایشگاه دیدن بکنن و آینده خود را تغییر بتن ما و شما میتونیم که هر کاری را بکنیم میتونیم که توسط امی علم دانش افغانستان را شکومند ببینیم و افغانستان عالی داشته باشیم اسمم مهرو است امینی تخلص میکنم مدیر مسلان انستیتوت سی استقلال میباشم بسیار تشکر چطور در نمایشگاه اشتراک کردین؟ چی انگیزه دمی یک روزی که گذشته با امروز با فردا بخیر چی انگیزه براتون پیدا شده؟ والا خیلی انگیزه مثبت است خیلی خوب است در نمایشگاه سی روزه اشتراک کردیم و شکر است میبینم از طبقه اوناس هم زیاد اشتراک کردن خیلی خرسند هستم طبقه اوناس هم چطور برای سال آینده بخیر کدام امید است که بخیر شروع شود توکل به خدا ان شاء الله ما مقامات همین خواهش داریم که بخیر مکاتب برای خراب باز شوند که بتوان تاثیر خود ادامه بدن چطور فعلا برای شما مراجعه میکنند در پنتونیا نمیکنند یعنی پرسان میکنند بله خیلی پرسان میکنند مراجعه میکنند دیگه بیا توکل به خدا دیگه امسال بخیر یک سال خوب باشه به همگی ما توکل به خدا تشکر بسیار زیاد وقتتان زیاد نمیگیریم چی پیام دارین برای بینندگان با تمام اصلا با جوان ها پیام مایی است که روی خود عزیز هستن انشاءالله که مقامات هم انشاءالله که طبقه اونا هستن مکاتبه باز خواد کردن که بخوانن دیگه یک سال خوب دیگه بخیر پیش بینی میکنیم توکل به خدا بسم الله الرحمن الرحیم دکتر منصور مجاب هستم مسئول مرکز ذهنیت سازی ببینین هدف نمایشگاه ها این هست که تخفیف سرویس های اضافی و تجارب خود به روخ مشتریان بکشه اما بدبختانه ایجا از نمایشگاه یک سوی تعبیر میشه یعنی بازدید نمیکنه از نمایشگاه ها فکر میکنه اوجا پول میگیره یا به حساب تای مراحلی که اوجا میره مثلا یا برشان سخت می باشه ذهنن سخت می باشه و اعضای پامیلشان نمیاره مثلا خانم ها نمیاره اطفال خود نمیاره این مسئولیت شما هسته که شما این پیام مرا برسانه من حیث مسئول مرکز ذهنیت سازی تا همه شهروندان خاصتا شهر کابل خاصتا روزای جمعه بیاین و بازدید بکنه ده خواستن ما شما نزد چه ما شما را بیلی چه هغه و گوری تر سود ده ذهن پراخواله و مومی و ذهن که سوال ورته ایجاد شی یا پیدا شی ورته چه ده دوی چنگ جور کرده ده زی والی نشن جوره وای زخم پا مکتب که یما ده تر چنگ دلتا نور پا استیلا صنایع دستی دی ده تر چنگ افغان پوست ده افغان بیسیم ده یعنی سلگونه نوا مختلف هغه دی اول زکه یو درته یو انتشارات ما درې سو جلد مختلف نه و کتابونه وروړيدي چې کولای شي دغه نه یو څه زده کړی دی ځم په ګټه باندې ودان خیر اوسې مننه تشکر علیکم سلام لومړی تاسو سلامونه به تاسو دی میډیا تلویزیون لری ټول درنو ریدونکو کتن کو سلامونه او احترامات وړاندې کوم نقيبون دی مسلم پانتون دی نشرات امیر البته مسلم غزنی سی دلته په دغه نمایشګاه کې ګډون کړی دی او تن لا ګډونوالو څخه کور ودان خدای تل کامیاب لره څنګه دې سره زیات لري دې نمایشګانه په ټوله کې کوو یو دغه سی نمایشګاه وی سیغه دی تعلیم او تحصیل په بنا باندې وی د نمایشګاه وی یو مثبت تغییر راوستون کې دی البته هغه مثبت تغییرات سی د موږ دی جامعه لپاره راځي د تعلیم او تحصیل په ډګر کې نو موږ زیات ورته خوشبین یو او په دې هیله باندې یو چې دغه نمایشګاه وي تر لا زیات سي تر څو د هیوادوالو ذهنیت د تعلیم او تحصیل لور ته وروړي کور ودان څنګه د هیوادوالو ګډون د خزینه او نارینه و لکه څنګه سي موږ تاسو وینو دلته خو دواړه سته یعنی ګډون دواړه کوي هم اوناس ګډون کوي او هم ذکر ګډون کوي
نو دوړو کپی اندازه راغلی دي نو په دې هیله یو سي الله هم دې لغه سي نمایشګاو لپاره یا د نندارتون لپاره الله هم ذهنیت سازي وسي تر څو دې په دغه سي نندارتونو کې زیات ګډون وکړي او موږ هم د دې شاهدان اوسو چې دوی په پراخه پیمانه باندې ګډون وکړي نو تر څو دې مې یو څه اخس کې وایخلی د تعلیم او تحصیل په رابطه باندې او په دغه ډګر کې الله هم حاسی وسی زیار وسی گرچه دا هم دی مگ دی هواد لپاره کمه ده الله هم باید حاسی وسی چی دا غسی نندارتونو جور سی ترسو دی تعلیم و تحصیل لپاره یو لا خلار پرانستل سوی ما احمد امید هستم یکی از کارمندان شرکت دولتی افغان پست این نمایشگاه تعلیمی و تحصیلی می باشه و ما هم دیجا شرکت کردیم به خاطر که افغان پست کس انتقالات پستی می باشه که لوازم می باشه و میوه خشک و اسناد و ایگفه رو به خارج انتقال می ده به او خاطر خواستیم که مردم آگاه شه و به مردم یک سهولت ایجاد شه خیلی خوب به طور مشخص چون بیشتر پیش هموطنان ما این سوال خلق میشه از چی اندازه تا چی اندازه جنس انتقال داده میتونیم از یک کیلو شروع سه تا سی کیلو و بعد از سی کیلو که بالاتر میشه ما توسط کارگاه خود انتقالات خود ما میتونیم اجرا کنیم یعنی هر چقدر زیاد هم باشه زیاد که باشه مشکل نداره ما انتقالات شو میتونیم از اسناد شروع از ورق شروع هم تو بالا بله از اسناد شروع هر چیزی که باشه فقط غیر از ممنوعات پوستی دیگه چیزایی که انشاءالله که انتقالاتش میشه مشکل نداره درست است همش مشخص نمیشن بعضی سوالا پیدا میشه تقریبا اگر بگویم اگر چه فرق میکنن تقریبا با آمریکا یک کیلو جنس که روان میکنن در حدود چقدر مصرف خواهد داشت در حدود 4000 الی 4500 افغانی فی کیلوش میه و اگر از هر قدر که کیلو زیادتر میشه اما قدر نرخش پایین تر میه مثلا اگر مثال برتان بگویم اگر فی کیلو 4000 افغانی باشه دو کیلو شه و میشه که 5000 افغانی حساب کنیم اونا تو وقتش مشخص است من مثال یک کشور براتون دادم گفتم وقتش مشخص در چی مدت خواهد رسید در مدت 15 روز الی یک ماه تخمینی گفتم میتونیم مدت یک ماه اموال به امریکا انتقال میشه باز امکان سری رسیدن هم هست مثلا بعضی کسا میگه سری باید برسه مصرفش خیر از بیشتر میپرد بله ها. ما بخش ایمیس خدا داریم که مکمل سری انتقالات خدا میتونیم تشکر بسیار زیاد دوست عزیز مشکل است که همش حال برای ما تشریح بکنن اما تقریبا معلومات خود گرفتیم تشکر بسیار زیاد بازم به بیننده ها کسایی که پست میکنه اجناس و اسناد خود چی پیام براشون داره دوستای عزیز فقط پیام خاص برتان دارم که مقدر میگم که دولتی کس یک شرکت است که هم سره می باشه هم مسئول می باشه و در گپ که میزنن در گپ خود استاد هستن به زودترین وقت اجناس شما را به موقع و مجایی که میخواستین ارسال میکنن از شرکت های بیرونی کده نسبتا برتان ارزان تر و خوب تر تمام میشه یک سوال در اخیر هم میپرسیم کسی که میخواد یک جنس روان بکنه کدام نکات از رو باید در نظر بگیره مثلا من یک چیز روان میکنم من نمیفهم خبر ندارم با چی کار بکنم فقط با شخصی که روان میکنه اینک آدرس از او چون در اونجا آدرس شماره تلفنشان امو پستخانه شان مکمل اینا در ورق ذکر میشه مکمل وقتی که مکمل تکمیل شده باز میتونین اونم مشخصاتش هست که آدرس خانه شان باشه شماره تلفنشان باشه هم کد پستی از اونجا باشه دیگه مشکل نداره چیز قابل شکستن باشه مشکل پیدا نه خیلی از اون که پام شده دلتان جمع باشه چیز مشکل نداره بسیار تشکر و خیر باشین وقتتان زیاد گرفتم و خیر باشین خوش باشین دوست عزیز افغان پست ما پشتش میگشت و خوشبختانه دیجه پیدایشان کردیم زبد سلام پکل لن یو دو خبری وکم سلام په هنتون چه دی دا د یو لس استادانه لخوا چې په ملی او بین المللي پانتونو کې دوی تدریس کولو دا غوی لپاره خاص هدف باندې جوړ شوی دی دا یو شخص یو فرد په یاد تجارت هدف نه لري څومره ګټه چې سلام پانتون کې چې دوی ګټه تبند مسل د فیس نه ده دغه ګټه بیرته د سلام په برنامو باندې سلام په انکشاف باندې دوی مصرفوي یعنی مونږ څلور نوې د ماسترۍ برنامې په لاره لرو چې په حقوقو کې دوه ماسترۍ برنامې دي په اقتصاد کې او په کمپیوټر ساینس کې یو پوهنځی بل مونږ مدې نظر نیولی چې هغه به ایجاد کوو د خیره سره او یو د دکتورا برنامه په لومړي ځل کې د افغانستان په سطحه یا خصوصي پوهنتون په شریعتو کې غواړي چې اجرا کړي یا جوړ کړي چې مونږ پیشنهادونه د لوړو زده کړو وزارت ته تسلیم کړي دي چې انشاءالله دا غنی کار خلاص شي نو مونږ به دا شروع کوو یعنی په دې ټولو کې مقصد دا دی چې څومره ګټه سلام کوي هغه بیرته په انکشاف باندې خپل لګوي په وره باندې خپل لګوي
ځوانانو لپاره موږ ډیر ښه تخفیفونه آماده کړي دي. تر 50% پورې یعنې په مختلف موضوعو کې مختلف فیسونه دي، تخفیفونه دي د فیس مطابق چې دوی وکولی شي دلته زده کړي. یو پیغام مې ځوانانو ته دا دی چې راځئ په وطن کې پاتې شو، بهر لاړ نه شو، خپل ژوند په خطر کې وانه چو. د همدغه علم د لاسته راوړلو له لارې یا د علم ترلاسه کولو له لارې دغه ټولنې ته، دغه ځورېدلي ولس ته خدمت وکړو، تر څو کولی شو یو روښانه، سوکاله او ودان افغانستان ولرو. ما مطیع الله متوازی هستم، عامر امور محصلان و فارغان مسلی تحصیلات عالی استقلال. قسمی که شما بهتر میفهمین، همه موضوعات و مشکلات برمیگرده به اینکه 70% از مردم افغانستان متاسفانه از سطح سواد نیمه عالی و عالی کمتر برخوردار. یگانه راه حلی که بتانیم افغانستان را از گودال مشکلات و بحران ها نجات بدیم او هیچ راهی بوده نمیتونه مگر اینکه فرا گرفتن تعلیم و تحصیل. ما هم اشتراک کردیم در نمایشگاه تحصیلی هتل انترکانتیننتال من حیث پانتون فعال و پانتون استقلال، تا اینکه همین روحیه و همین انگیزه بر همگی تازه شوه و بفهمند که تحصیل و تعلیم هیچ وقت جای خود را گم نمیکنه و میتونیم فقط از راه تعلیم و تحصیل بحران های کشور خود را حل بکنیم. به تو تخفیف هم مشخص دادن برای مسین زیادتر کسا همین سوال براشون خلق میشن. دقیقاً 70% تخفیف ما در نظر گرفتیم با در نظر داشت شرایط اقتصادی مردم. اصل فیس ما مثلا فکر بکنین در رشته اقتصاد 16000 افغانی بود، ما آوردیم به 7000 افغانی. همونطور در رشته حقوق 14000 افغانی بود، آوردیم به 7000 افغانی. در انجینری و کامپیوتر ساینس 22000 و 24000 افغانی بود، حالا آوردیم به 10000 افغانی و اون هم به صورت اقساط، یعنی ماهوار ما 1500 الی 2000 افغانی از محصل میگیریم. خداوندیگم توفیق بده و اجر عظیم نصیب بکنن. چطور از طبقه اوناس کدام انگیزه است؟ یعنی طبقه اوناس قسمی که پیشتر هم گفتم ما انتظار نداشتیم، اما هم دیروز هم امروز اونا با علاقمندانی با علاقمندی بیشتر با اشتیاق بیشتر آمدن و معلومات را کسب کردن و امیدوار هستند که ان شاء الله مسئولین امارت اسلامی پانتونا را برای اونا هم و مکاتب را باز بکنن و بتونن ادامه تحصیل داشته باشن. سلام، تشکر، سلامت باشین. سمیرا جبار خیلی هستم، یک تن از مسئولین پانتون خاتم النبیین. فعلا در نمایشگاهی که قرار داریم ما منعیس یک محصلشان آمدیم تا اینکه بتانیم به مردم و به تمام جامعه قشر قلم کردم و تمام جامعه ما را برسانیم که پانتون خاتم النبیین در رشته های خود، در رشته تحصیلی خود تقفای ویژه گذاشتن. نظر به شرایط اقتصادی که فعلا روبرو هستیم، ما تقفای ویژه داریم و همچنان در جریان تحصیلی تقفای ویژه که داریم، مثلا امتحانات کنکور پانتون نزدیک است، کسایی که میخواین مثلا از تقفای ویژه پانتون ما مستفید شوند میتونن که درسی اگر امتحان کنکور به درجه اول سپری میکنن 50% تخفیف داریم، اگر در درجه دو مسیوم 320% تخفیف برشان نظر گرفتیم. و در جریان تحصیلی اگر سمستر اگر محصل در سمستر خود درجه اول میگیره هم 20% تخفیف 30% تخفیف داریم، و اگر از یک فامیل دو تن میاین اون به اونها 15% تخفیف در نظر گرفتیم، و اگر در جریان تحصیلی اوسط نمرشان از 95% بالا میشه 20% تخفیف داریم. خداوند دیگه توفیق بده. دوست عزیز میتونه شما خاطرم اشتراک بکنه. سرک دارلمان است فکر میکنم. بسیار خوب. چی را به نمایش گذاشتین؟ نمیال ماخ کتاب ها را میبینیم، بعض چیزهای دیگر را میبینیم. فعلا خب بعضی دستاوردهایی که از دانشگاه خود داشتیم، مثلا شما خودتان میبینین دستاوردهای رشته انجینری ما هستن که مطرحی ساختن و بخش که در ساینس ما یک دستاوردی داشتیم تا فعلا و فصلنامه پژوهشی هست و همچنان راهنمایی های تحصیلی در مقطع لیسانس و ماستری را بر کسایی که اینجا مراجعه میکنن بر اونا گذاشتیم که میتونن استفاده بکنن. و بعضی کتابای که از خود کتابخانه خاتم النبیین هستن، کسایی که آمدن اشتراک کردن میتونن مستفیدش هم مطالعه بکنن. تشکر. بسیار زد. یک سوال میکنیم، بعضی نهادهای تعلیمی و تحصیلی تخفیف اعلان میکنه ولی در واقع وجود نداره. نه خیر، ما با خاتم النبیین و وعده خود قائم و استوار است. بعضی ها رو من گفتم در کل نگ. خب بعضی ها ولی خاتم النبیین نماد تعهد و تخصص است. تشکر. بسیار زیاد. بازم پیامتون برای محصلین، کسایی که درس بخیر تصمیم داره بخیر برای سال آینده درس شروع بود. فعلا شرایط قسم ایجاب کرده، فقط میتونم پیام خود به دختر خانمایی که فعلا ناامید در خانه هاشیشن، فقط پیام به اونا برسانم که ناامید نباشن. انشالله میگن خداوند اگر دیر میکنه ولی
بگن میوه ثمره صبر شیرین است. پس بهتر است که صبر داشته باشیم، انشالله حاصل شیرین دست بیاریم. چطور بود اشتراک دختر خانم ها از طبقه اونا استیج پیش شما در یک روز که برگزار شد؟ چند روز قبل، چند هفته، یعنی یک ماه قبل برنامه یک نمایشگاه بین المللی بود که اوجه ما رفت و آمد و همچنان اشتراک دخترها رو خیلی زیاد دیدم، ولی شاید شکست نفسی دخترها بوده یا هم اعتماد به نفسشان نظر به شرایط فعلی پایین آمده. فعلا در این نمایشگاه رنگ آمدن و رنگین بودن دخترها خیلی کم است، ولی مردها زیاد هستند متاسفانه. خدا مهربان است که بخیر زمینه تحصیل برای دختر خانم ها و خانم ها برابر شد. انشالله. تشکر، بسیار زیاد موفق باشین در کارتون. بخیر باشین. خوشحال هستم که شما را در این نمایشگاه میبینیم. تشکر بسیار. ما همچنان اولتر از همه اگر ببینید خود معرفی بکنید. بله، من عبدالرقیب عزیزی یکی از مسئولین پوهنتون زاول هستیم که در سرای شمالی موقعیت داریم و دارای 6 پوهنزای هستیم. خیلی خوشحال هستیم که همه عزیزان و محصلین عزیز دیگه پوهنتونای گرانقدر که همگی در یک حوزه دارن خدمت میکنن برای سعادت و ترقی کشور دور هم جمع میبینیم. انشاءالله که شاهد تو مسائل بیشتر باشیم. من معتقد به این هستم که زمانی ما میتونیم از یک مشکل رهایی پیدا بکنیم که شاهد همچین جلساتی باشیم، همچین نمایشگاهایی باشیم که یکی از معیارهای ترقی برای یک کشور هست، و زمانی ما میتونیم این کشور را نجات بدیم که مؤسسات تعلیمی، مؤسسات تحصیلی بتونن برای ارتقای ظرفیت جوانان اون کشور قدم بذارن. الهی شو که پوهنتون زاول هم در همون راستا و در همون جهت رسالتی که داره پیش میره. دستاورد ما اینیمیست که ما خود ما را برای مردم عزیز معرفی میکنیم، امکاناتی که برشان در نظر گرفتیم از نظر در واقع تخفیف فیز، از نظر امکانات و تحصیلاتی که ما میخوایم برای مردم عزیزمون با توجه به هر قشری. ما بیشتر تمرکز ما روی است که بعضی از پوهنتون های محترم تمرکزشان روی قشر پولدار و پیسدار در واقع جامعه است، ولی ما اونطوری نیستیم. ما سعی کردیم با 6 پوهنزایی که هر کدام از پوهنزای های ما اعتبار بسیار والایی در وزارت تحصیلات عالی داره، سعی کردیم که قشر پایین جامعه را در نظر بگیریم. بالاخره کسانی هستند که در این شرایط اقتصادی شاید نتونن تحصیل بکنن ولی مستعد هستن. پس ما به عنوان یک نهاد علمی اگر هدف ما خدمت به کشور هست، پس بنابراین اونا را هم نباید نادیده بگیریم. من فکر میکنم تنها دستاورد ما همیست که تانستیم تخفیف های خوبی را برای محصلین عزیزمان عرضه بکنیم و خدمتشان معرفی بکنیم. دوست عزیز، ما منتظر نظریات نیک شما هستیم. تشکر از تک تک شما بینندگان عزیز که برنامه ما را تماشا میکنید. خدا کنه برنامه امروزی ما مورد پسند همه شما عزیزان قرار گرفته باشد. تا برنامه دیگه شما را به لای پاک و بنیاز میسپاریم. خدا یار و مددگارتان.